سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم خوب باشید. بچه‌ها اول یه سوال ازتون دارم. میدونم که مدرسه ها باز شده و نمیدونم بعضیا بهم گفتن که مدرسه ها حضوری، حالا نمیدونم واقعا حضوریه یا هنوز آنلاینه چه جوریه، ولی برام بنویسید که چه ساعتی راحت تر هستید که ویدیو بذارم. به وقت ایران بگید، مثلا شب براتون بهتره، ظهر بهتره؟ بنویسید که ترجیح میدید چه ساعتی ویدیوها آپلود بشه. حدودی بگید، مثلا 9 شب، 10 شب اینا. آهنگ خوابه راحت از حسین که با بیداد خونده و برای دوستی خونده که فوت شده. حالا بعضی میگفتن که این آهنگ رو برای حسین اپیکور خونده، ولی مثل که این آهنگ رو اصلا قبل از فوت حسین اپیکور خونده و گویا برای حسین اپیکور نخونده. حالا برای کدوم دوستش دقیقا نمیدونم. خب کاور فوتوش خیلی قشنگه، یه آدمی که انگار توی مثلا یه چی میگن این کافین، این چیزی که تابوت، توی تابوت خوابیده یا مثلا حالا توی زمین، یه جایی همچین حسی رو به آدم میده. خیلی سرد و رنگای سرد، خونسا، و این کاملا حس مرگ رو منتقل میکنه. خواب راحت واقعا که بعد از مرگ شاید خواب راحتی داشته باشیم. درست شد دیگه. وهمناکه حس مرگ. سلام رفیق، صدای منو داری؟ بگو به من که هنوز سر حالی، هنوز میخندی، کیفت کوکه، از سفرت بگو مزه‌اش رو نوش. چقدر صدای موزیک زیاده، انقدر صدای موزیک زیاده، صدای خواننده تو صدای موزیک گم شده. من فکر کنم یه ایرادیه، نمیدونم، بذار صدای حالا کم کنم، ولی در کل حال نمیکنم چرا صدای خواننده، شاید اشکال میکس و مستر. سلام رفیق، صدای منو داری؟ بگو به من که هنوز سر حالی، هنوز میخندی، کیفت کوکه، از سفرت بگو مزه‌اش رو نوشه. میگن اونجا جات خوبه مشتی، دیگه خبری هم امور کشنی، بهشتی شدی خوش به حالت، میگن فرشته هم میدن مشت و ماله. بیا این حوریای بهشتی که میگن راسته، حالا کارهای خوب بکنید دیگه. بهشتی شدی خوش به حالت، میگن فرشته هم میدن مشت و ماله. اینجا همه چی عین قدیمه، چیزی فرق نکرده، ولی الله کریمه، هنو خورشید میاد سلام میده میره، روزا میگذره هواش گوشه گیره، چیز تعریفی نیستش سیاه، عوض شد فقط لباس مشیا، رنگت هم که زد به چاک، راست میگفتی سرد خاک. دندان رو سرد خاک. آره میگن وقتی که یکی که فوت میکنه خاکش میکنن یه خورده، بعد دیگه اون حس از بین میره، تو اطرافیانش واقعیت رو میپذیرن و اینکه میگن خاک سرده انگار واقعیت داره. از لحظه که میذارنش توی خاک دیگه شما با اون غمه کنار میای. بچه این صدای موزیک اصلا به نظر من، یعنی اون بیتی که گذاشتن واقعا به صدای خواننده نمیاد، اصلا اینجوری درهم برهمه، نمیدونم، من حال نمیکنم. حسین صدای فوق العاده زیبایی داره، اصلا نیازی به یه همچین بیت شلوغ و بلندی زیر کار نیست. من حال نکردم با این موضوع. زد به چاک، راست میگفتی سرد خاک. دندان روی جگر بگذار، می آید از این دنیا، از این مردم بیزارم، بیمارم، پر از دروغ، پر از فریبم، نارفیقم، کاتبان ساده چو آدم ها دقیقا. قشنگ کورس. از اون ور بگو، از اون ور بگو، خوبه یا بد، دست موزداشون چکی یا نقد، عشق و همیشه نومیونه یا واسه این ور بگذره این شادت، راستی اونجا ابدیه، ملک با برگ سندیه. میگه ملک با برگ سندیه، یعنی به فکر اینه که اون دنیا هم ملک با چیه، این سنده چی میگن، منگوله دار میدن یا نه، این چه سوالی بود. راستی اونجا ابدیه، ملک با برگ سندیه، زندگی ها تو مسابقه است یا اینکه نه جلوی فکر عقبیه. اون ورا صحبت قدرته، تو صفاش میگن نوبتی هل نده، هر کی لاش دنبال فرصته، هنوزم وقت تلاش دوری یا قسمته. راستی اونجا پرچم کیه، یه رنگن دلاش با سنگیه، بگذریم اصلا شک چیه، میام مسخریم فقط شم دیگه. دندان روی جگر بگذار، میایه میایه از این دنیا، از این مردم بیزارم بیمارم، پر از دروغ پر از فریبن، نه رفیقم کاتبان ساده الیام، همچو آدم ها دقیقم. رخت خوابه چشاتو بستی تو رخت خوابه، گلای باغمه کرایه دادمش به باد وحشی تا اگه روزی چرخید. گفت گلای باغمه، حسین خیلی گل دوست داره، تا حالا همون گل رزده بوده که الان درخت شده. گلای باغمه کرایه دادمش به باد وحشی تا اگه روزی چرخید به سمت تو. عشق پرش جای ترس، دل خشک جایی است، آفتابی آب سبز رنگ بای بازی دست نقشای نادیده است. بخم بلندتر تا اکوهای دورت، روزات خوابی اما شب که مال توه، شبیهی بین هم عمیقی بین قبر، رفیقی بین سقف رو دیوار عین قبر، و برف و بارونم بیاد با همه یه رنگیام، من تو اینجا منگنم تو هر وقت که سختی های جای راهن به جای ساعت، نگام کن بلکه شب چشیدی. چقدر رایماش خوبه، چقدر خوبه، دارم به رایما دقت میکنم، حال میکنم با رایم. دخت رو دیوار عین قبر و برف و بارونم بیاد با همه یه رنگیام، من تو اینجا منگنم تو هر وقت که سختی های جای راهن به جای ساعت، نگام کن بلکه شب چشیدی یه لقمه خواب راحت. رویت شاد داداش. برای کدوم دوستش خونده میدونین؟ این آهنگو واقعا برای کی خونده؟ یه دونمشتم برای کی از دوستاش کنم تو تصادف کشته شده بوده یه همچین چیزی. میدونی یاد چی افتادم؟ توی این زمانی که پاندمی بود خیلی ها عزیزاشون از دست دادن، خیلی از ماها از دست دادیم، دوروبریامون، نزدیکترین افرادشون و پدر مادر اینا رو از دست دادن، و واقعا این ویروس فسقلی ثابت کرد که اصلا آدم از فردای خودش و عزیزاش خیلی بیخبره و هیچ اطمینانی نیست که همین آدمایی که الان هستیم فردا هم باشیم. برای همین واقعا قدر همدیگر رو بدونیم، سر همدیگه داد نزنیم، به خصوص مادر و پدرمون. واقعا قدر مادر و پدرتون رو بدونیم. من چند تا از اطرافیانم به خاطر کرونا مادر و پدرشون رو از دست دادن. پدرش جوون بود، دو تا از دوستان واقعا پدرای جوونشون رو از دست دادن و خیلی غم انگیزه، خیلی وحشتناکه که سالم یا به خاطر یه ویروس طرف افتاد فوت کرد. مرگ قسمتی از این زندگیه به نظر من، یعنی زندگی ما ادامه داره، فقط با مرگ از مرحله به مرحله دیگه میریم و اونجاییه که همگی باید بریم، یعنی دونه دونه میریم. ولی اینکه یه مدتی نمیتونیم همدیگر رو ببینیم اون خیلی دردناکه. ما برای آدمی که مرده گریه نمیکنیم، ما برای خودمون گریه میکنیم که دیگه اونو نداریمش. قدر همدیگر رو بدونیم. این یه حرف کلیشه ای نیست، یه واقعیت. همین الان پاشین بریم مامان باباتون رو بوس کنی، یا بهشون یه تکست قشنگ بدین، یا بهشون بگین که چقدر دوستشون دارین. حتی اگر نمیتونی بگی مثلا مامان دوستت دارم، بابا دوستت دارم، حالا یه جوری هستش رابطتون که خیلی نمیتونی یهویی برین جمله رو بگی. یهویی مثلا برو مامان تو قلقلکش بده بهشونش بگی ما چشکو. خلاصه که خیلی مراقب مامان بابا باشین چون تکرار نشدنین. آهنگ فوق العاده زیبایی بود، چقدر صدای بیداد قشنگه، چقدر این مثلا کورس سنتی با آهنگ حسین جور بود. فقط با همین صدای میکس و مسترش و اون بیت زیرش حال نکردم، ولی فوق العاده بود. حسین همیشه پرچمش بالاست. از حسین برام بنویسید. دوستتون دارم. خدافظ.